سبحان الله. حدود 2550 سال قبل از این، کوروش هخامنشی تصمیم میگیره به شهر بابل حمله کنه. بابل در اون زمان به مدت 15 قرن جز شهرهای آباد با اون باغهای معروف معلقش و نگین شرق بود. اما بعد از حمله کوروش درست شروع میکنه به افول و حدود 200 سال بعدش ما دیگه اثری از بابل معروف و چندین ساله رو نمیبینیم و تلی از خاک و ویرانه ها رو در شهر بابل شاهد هستیم. سلام دوستان عزیز، به درخواست اکثر شما من این ویدیو رو به صورت فارسی تهیه میکنم تا برای هموطنان دیگر بفرستید و به خاطر زحمت هایی که در بخش ترکی کشیدید، من محدودیت اون سقفی که 10,000 نفری رو قرار داده بودم از بخش ترکی برمیدارم. اما در مورد کوروش، واقعیت اینه که کوروش تمدن ساز بود یا تمدن سوز؟ آیا کوروش ظالم بود یا عادل؟ کوروش بت پرست بود یا خدا پرست؟ همه این جواب ها را بدون تقدیس کردن یا انکار کردن کوروش از منظر یک تاریخدان نگاه کنیم. ما چه منابعی برای حرفای کوروش داریم؟ کوروش نامه، گزنفون، کتسیاس و هرودوت، یا نبونید، سالنامه های نبونید، یا تورات؟ ببینید، احتمالا شما این جمله رو شنیدید که کوروش وصیت کرده بعد از مرگم منو بدون تابوت دفن کنید تا ذرات بدنم اجزای کشورم رو تشکیل بدن. در واقع این جمله مشهور کپی و سرقت شده از وصیت‌نامه برتراند راسل هست که در 1970 وصیت کرده بود اجزای من رو روی کوههای ولز بپاشین تا ذرات بدنم اجزای کشورم رو تشکیل بدن. یا احتمالا شما جمله کنفوسیوس رو به نام کوروش شنیدید که راهی که 1000 قدم باشه با اولین قدم پیموده میشه. و همچنین من از کوروش شنیدم که مثلا آقای علی کریمی، این فوتبالیست معروف، یه پستی گذاشته بود یه روزی که نوشته بود کوروش کبیر از پل نامردها عبور نکنید، بگذارید سیل شما رو ببره. این در واقع ضرب المثل مشهور و خیلی قدیمی ترکی هست که جسمنامرد چرپسون ننگو یا پارسن سل سنیم یات ماتولچی دال داسندا گوی یسن اصلان سنیم. و شما میبینید که جمله از رونالد ریگان، جمله از یک قهرمان اسپانیایی، حتی کار جل و تحریف اونقدر زیاد شده که الان میبینید که شما مثلا حرفی از سهراب سپهری، دکتر علی شریعتی، الهه گمشه در مورد زناشویی، در مورد عشق، در مورد خانواده، در مورد همه چی از زبان کوروش میشنوید. اما از کوروش جز یک جمله چند کلمه‌ای در پاسارگاد و یک استوانه یا یک لوح گلی که در مورد حمله به بابل نوشته و اشتباهاً این رو منشور حقوق بشر مینامیم که هیچ چیزی در مورد حقوق بشر در اون نیست، اونجا اشاره میکنه که من با کمک بردگان یا با استفاده از بردگان دیوار انلیلی رو ساختم، مردوک خدای بابلی یا همون بت بابلی از من راضی باشه و این حرفا. اصلا چیز در مورد حقوق بشر نگفته. این ترجمه آخرش که آقای عرفی کرده، این رو ببینید و بعد در مورد این قضاوت کنید. در مورد این استوانه که فتنامه بود، اغلب بابلی ها شاهان بابلی اینو می نوشتن و داخل دیوار بود که اتفاقا این خدشه‌دار شدنش باز سوال برانگیز هست که چطور این استوانه خدشه‌دار شده، چون داخل دیوار را نباید اینا مخدوش می شدند. ما می بینیم 12 قرن قبل از کوروش، حمورابی پادشاه بابلی حقوق بشر رو قشنگی تدوین کرده که الان در موزه لوور نگهداری می شن. ببینید دوستان عزیز، ما باید نگاه کنیم چه منابعی در مورد کوروش داریم. ما مثلا گزنفون رو داریم که کوروش نامه رو نوشته، البته این 200 سال بعد کوروش نوشته و از منظر تاریخ نگاری اون چیزی که خیلی نزدیک هست به دوران تاریخی، مثلا نبونعید در سالنامه نهم نوشته که از دجله عبور کرد، به لودی حمله کرد، پادشاه اونجا رو کشت و ثروتش رو ربود. این منافات داره به اون چیزی که ما میگیم که کوروش شاهان رو نمی کشت و با مهربانی، با هلهله، با کف زدن و با تشویق وارد شهرها می شد. این اتفاقا گزنفون خودش میگه که در بابل کوروش دستور داد با مشعلها خونه ها رو بسوزنن با آدم هایی که داخلش بودند و در کوچه ها با شمشیر همه رو از دم تیغ بگذرونن. و شما میبینید اگه گزنفون رو قبول میکنیم، که خب البته خود یونان ها قبول نمیکنن، این کتابش رو در دستبندی کتاب های ادبی نه تاریخی دستبندی کردن و خود گزنفون هم به خاطر همکاری با دشمن به آتن تبعید شده بود، این در خدمت کوروش کوچک بود و این کوروش نامه رو نوشته که خیلی افسانه سرای است. ولی اگه واقعا اینو قبول میکنیم باید این حرفاش رو هم قبول کنیم. یا اگه مثلا کتسیاس رو قبول میکنیم،
خب کتسیاس در مورد کوروش خیلی حرفا زده. اگه این منبع یونان رو قبول میکنی، این میگه که مادرش بوسچران بود، خودش راهزن بود و خیلی حرفای بدی در مورد کوروش میزنه که تازیانی میخورد در جوانی اینا. اگه شما هرودوت رو قبول میکنید که هرودوت، خب باید این همه حرفای هرودوت رو قبول کنید. مثلا هرودوت میگه که کوروش رو ملکه استکاها یا ماساژیت ها در رود آراز که آراکس نوشته شده، و اونایی که میگن آراز در قزاقستان است و نمیدونم ماساژیت ها اونور دریا، خب استکاها در همه جای شمال بودن. و من استناد میکنم به کتاب هرودوت صفحه 232 که اینجا آراکس رو در اینور خزر یعنی رود آراز نوشته و ملکه ماساژیت ها سر کوروش رو میبره میندازه در تشتی از خون و میگه خب این همه خون داری، خون ریزی و خون آشامی دوست داری، خون بنوش. اگه هرودوت رو قبول داریم، اگه فسیاس رو یا گزنفون رو قبول میکنیم، باید همه حرفاشون رو قبول کنیم. و البته نبونه که نزدیکتر به ماجرا بود. حالا شما در مورد احتمالا تورات بگین که در تورات باز مسئله دار هست. الان خاورشناسا میگن که اصلا این رهای بخش قوم یهود شاید نبوده، به خاطر اینکه در تورات ما هم بت مردوک بابلی رو میبینیم که لعن شده، اما کوروش در 10 جا در اون منشور یا در همون گفتم استوانه یا لوح گلی این رو تقدیس کرده به زبان بابل نمیشه. اما یه چیز جالب هم بگم اینجا که خوب در پاسارگاد نوشته شده آدم کوروش گشایس هخامنش، یعنی اسم من کوروش هست پادشاه هخامنش، و به 3 زبان هخامنشی. نباید بگی این پارسی باستان چون ارتباطی با پارسی نداره. حتی بعد دوره هخامنش دیگه این زبانی که نیاز به ترجمه داشت چون با ایلامی و اکدی هم باید نوشته میشد، این دیگه از بین رفته و حتی ساسانی هم از آرامی استفاده کردن، اینو استفاده نشده. و شما میبینید که این کوروش که اینو نوشته در پاسارگاد، اون موقع اصلا خط هخامنشی اختراع نشده بود، در داریوش این اختراع شده، پس اونم جعلی هست. به خاطر اینکه حالا بعضیا میگن که خب اینو داریوش نوشته، خب داریوش چرا از ضمیر اول شخص مفرد استفاده کرده؟ و همین جمله کوتاه رو در همون سنگی که با مردوک بابلی همراه است، چون بال داره و هیچ پادشاهی در طول تاریخ بالدار کشیده نشده در دوران بابل و اکد و آشور و حتی هخامنش، این رو سریع از بین بردن اون جمله‌ای که نوشته شده بودن، چون متوجه شدن که خط اصلا اون موقع اختراع نشده بود. بنابراین دوستان عزیز، همه این حرفایی که در مورد کوروش زده میشه از جنبه تقدیسگرایانه، یعنی بت درست کردن هست، ولی واقعیت کوروش، اون چیزی که از منابع یونانی، از منابع نبونهی سالنامه ما برمیاد، کوروش با هلهله وارد شهرها نمیشد، با خونریزی وارد شهرها میشد. ببینید تمدن ماد رو از بین میبره. خب ایلیا تاریخ نگار روسی میگه که در دانشنامه یا همون تاریخ هخامنشی کمبریج این رو اشاره میکنه که موقعی که به ماد حمله میکنه، آمیتیس یا دختر پادشاه ماد رو دستگیر میکنه و تهدید میکنه که اگه شوهرت تسلیم نشه، تو و پسرت رو شکنجه میکنم. در نتیجه شوهر آمیتیس تسلیم میشه، این رو میکشه و آمیتیس رو تصاحب میکنه، مادها رو به بردگی میگیره، تمدن ماد رو کلن از بین میبره، تمدن ایلام رو کلن از بین میبره. خب در تمدن ایلام خوزی ها، ببینید حتی در این کتیبه های شاهان هخامنشی ما میبینیم که در دوری داریوش هم اینا چند بار میخوان که رهایی پیدا کنن از دست این هخامنشی ها، که اینجا کاملا داریوش صحبت میکنه که من چطوری اونها رو منکوب کردم و از بین بردم، چطوری فرورتش بینیش رو بریدم، گوشش رو بریدم، چشمش رو درآوردم، یعنی سراسر خونریزی. تمدن لیدی رو از بین میبره، تمدن ایلام رو از بین میبره، تمدن بابل رو از بین میبره. ببین در تمدن لودیا لیدی ما میبینیم شهرهایی مثل کرانوس یا کونوس، دوتا شهر، آدمهاش خودکشی میکنن به خاطر اینکه به دست هخامنشی‌ها نیفتن. ببینید چه جنایت‌های اتفاق افتاده. پس از منظر تاریخی نباید کسی رو تقدیس کنیم، مخصوصا کوروش هخامنشی رو. به نظر من حضرت امام با هوشمندی دیگه این حجت رو تموم کردن، چون گفتن که حتی انوشیروان عادل که لقب عادل بهش دادیم، یک پادشاه ظالم، جبار و سفاک بود. تکلیف ما دیگه مشخصه. با این مقدمه ما جلسه بعد سعی میکنیم که در مورد عید صحبت کنیم، جشنی که برای بهار از سومریان شروع شده و در میان ایرانیان و کشورهای مختلف شیوع پیدا کرده. روز خوبی داشته باشید. اگه خوشتون اومد از این ویدیو به دوستان دیگرتون هم ارسال کنید.
روز خوش.